خراب شد. بچه‌ها سلام. به آشپزخونه خودتون خوش اومدید. امروز دوباره براتون یه پخت جدید آوردم که طعمش بی‌نظیره. غذای امروزمون چند تا ویژگی داره که به ترتیبی که ویدیو رو میریم جلو دونه به دونه بهتون میگم. این آموزش خوب از دست ندید. اول موقع میزنیمش بالا و تیکایی که احتیاج نداریم و مثل سربالها ازش جدا میکنیم. یه شاخه بزرگتر احتیاج داریم به این شکل. این طرف هم باز دوباره و همین شکل. گفتم این انتهای مرغ رو هم ازش جدا میکنیم. به همراه چربی های اضافی بغل رون که چاکوشتر احتیاج دارم از این بالا بهش چاک میدم تا برسم به استخوان. جنگا پیدا میکنم، یه چاکم از این طرف میدم. مفصل کتو پیدا میکنم و به راحتی مفصل رو هم جدا میکنم. خیلی خوب، این اسکلت مرغ ما. خب اون چیزی که میتونه بوی بد و بوی زهم بده این اسکلت و مواد داخلش هستش، اون امو احشا و شیگه که داخلش هستش. با این روش ما جداش کردیم، میتونیم تمیزش کنیم، بشونیم، برای انواع سوپ ازش استفاده کنیم. خب ما مرغامون رو بدون استخون کردیم، فقط مونده رونش و بالها و کتفش که من به اونها دست نمیزنم. اونها رو هم میتونیم بدون استخون بکنیم که من بعدا توی یه ویدیو جداگانه که به اسم گالانتین مرغ هست اونها رو هم براتون در میارم. حالا بریم اینو مزه دارش بکنیم تا ببینید روش پختش چقدر توفیر داره و بقیه آموزشی که تا امروز دیدید فرق میکنه. بریم با هم دیگه مواد مرینیت یا مزه دار کردنش رو درست کنیم. اول 3 قاشق غذاخوری روغن مایه با 2 قاشق زعفران، 2 قاشق آب لیمو ترش، 1 قاشق غذاخوری سس فلفل، نمک 1/3 قاشق چایخوری، پودر زنجبیل 1 قاشق چایخوری، پودر تخم گشنیز 1 قاشق چایخوری، فلفل پرک چیلی تنده 1/2 قاشق چایخوری، کباب 2 قاشق چایخوری یا 1 قاشق غذاخوری سرخالی. خاموش کردم میگم این سمت که پوستاره رو چند تا چنگال یا با چاقو سوراخ های ریز بزنید تا مواد قشنگ به خوردش بره. وقتی که کارمون تموم شد و حسای مزه‌دار شد روش رو با یه سلفون بکشید و مدت حداقل 3 ساعت بذارید استراحت بکنه. بعد میریم ادامه یه کار. 3 بسته نمک رو میزم داخل ظرف. چنگ فشار بدید گوله های نمک از همدیگه باز شن. 2 تا تخم مرغ درسته رو بشکنید داخل نمکاتون. حالا حسابی فکر کنید ملات درست میکنید، اینا رو با هم آغشته کنید تا یه ملات منسجم به دست بیاد. من مرغ هم منتقل کردم یه کاغذ روغنی، بخش میانی بالا رو تا میکنم سمت داخل، این هم میذارم روش به این شکل. ببینید یه بار دیگه انجام میدم این طرف، این بخش میام داخل، بعد این هم اینجوری میام روش به این شکل. خب
کاغذی هم میذارم روش و کلن جمعش میکنم و دوباره به این شکل و به این شکل. خب مرغمون آماده است. یه قابلمه برمیدارم، نصف نمکمو میریزم کف قابلمه که کف قابلمه‌مو کاملا پوشش بده. حالا مرغمو همونجوری میذارم کف قابلمه، بقیه نمک رو میریزم روش. قشنگ با نمک پوشش بدید. اگه کم آورید دوباره بهش نمک اضافی بکنید. بهش تو قوقم نزدید اشکالی نداره، ولی حتما بهش نمک اضافه کنید که داخل نمک کاملا دفن بشه و هیچ بخاری ازش خارج نشه. شاید براتون سوال پیش بیاد که ما برخی از تخم مرغ استفاده میکنیم بوی زخم تخم مرغ خواهد داشت یا نه. نه، به خاطر اینکه درصد خیلی زیادی نمک وجود داره، اولا بوی زخم نخواهد داد، اگر هم بدهد به مرغ ماش لطمه نمیده، چون مرغ داخل دو سه لا کاغذ روغنی پیچیده شده. پس با خیلی راحت ازش استفاده کنید. درشو میذارم. یه نکته ریز، یه فوت کوزه‌گری که الان بهت میگم. بردارید دو لا، اینم سه لا. حالا این بخشش که تیسره رو جمعش کنید به این شکل. نمیخوایم موشک درست بکنیم، قصد موشک نداریم. تو خیلی از آموزش‌های قبلی دوستان ناراحت و نگران بودن که چرا از فویل استفاده می‌کنی. امروز به احترام شما عزیزان فویل رو هم حذف کردم. حالا می‌خوام این قابلمه‌مو با یه دونه دستمال کاغذی به شکل قیف شبیه فر درست کنم، جوری که هیچ بخاری ازش خارج نشه. این وقتی که درستش کردید، این جلو رو می‌بینید سوراخی که همه قابلمه‌ها دارن برای خروج بخار، اینو قرار بدید اینجا به همین شکل. دیگه کاری نداشته باشید بهش. خودش بخار حاصله رو جمع میکنه میده داخل دستمال و دیگه اصلا بخاری ازش خارج نمیشه. ساده بود ولی کاربردیه. میذارمش روی گاز، البته نه این گازا، میره گازاش بخونه. شعله متوسط، زمان پخت توی دو ساعت کاملا میپزه، اما شما نگران نباش. سه ساعت، چهار ساعت هم بذاری هیچ اتفاقی براش نمیفته. دست آخر که پخت تموم شد، نمک داخل قابلمه سفت میشه. به راحتی آب بریزی داخلش، یک ساعت که بمونه خودشو ول میکنه. به قابلمه‌تون هم هیچ آسیبی نمیرسه. پس برای سروش بریم و برگردیم تا سه ساعت دیگه. خب دوستان، اینم بعد از دو ساعت و نیم پخت اینقدر پخته، اصلا متلاشی شده اصلا. اینم پوستشه، کاغذ زیرش بازش جدا کنید. خراب شد. مدت زمان پختش خیلی زیاد بود. من تقریبا دو ساعت نیم گذاشتم و میبینید که اصلا گوشت به استخون نمونده، اصلا داره میریزه. الان شما این رون رو نگاه کنون، ببینید دیگه از این بهتر چی میخواید؟ به هر جاش دست میزنم ببینید. آه، اما خب ببین نداره. اولش یه موقع خیلی سالم پختیم، بدون روغن، بدون سرخ کردن، بدون دود زغال که بخواد بهش کربن بخوره، بدون فویل، اینش خیلی مهمه فویلش، بدون فویل درست کردیم و شما میتونید مدت زمان پخت کمتر کنید. شما یک ساعت تا یک ساعت و نیم بذارید کاملا میپزه و کاغذ روغنیتون رو هم رولش رو بیشتر کنید، سه دور چهار دور کاغذ روغنی بپیچید. من دو ساعت نیم گذاشتم و موقع درستم کلا ترکید. اما عیب نداره، فدای سرتون، طعمش فوق العاده است، حتما امتحان کنید. خب دوستای گلم، مرغ نمکی آماده شد. یه دونه مرغ گرفتم به قیمت 110,000 تومان، سه پیمانم برنج داشتش که اونم تقریبا 50,000 تومان، 160,000 تومان، گوجه و سیب زمینی هم شما بگیرید 20,000 تومان، 170,000 تومان. این غذا دقیقا برای چهار نفر کافی هستش. درسته که شکل خوبی نداشت، اما طعمش فوق‌العاده است. طعم این غذا بی‌نظیره.
دوستان جاتون خالی، من به نیابت از طرف شما تستش کردم، فوق‌العاده است مزش. تا خودتون تست نکنید نمیفهمید که این بخار حاصل از نمک چه بلایی سر طعم و لطافت این گوشت مرغ آورده. اگه از این آموزش خوشتون اومد ممنون میشم با لایک و کامنت از من حمایت کنید. اگه سابسکرایب نکردی حتما این کارو بکن، زنگوله رو روشن کن تا اولین فرصت آموزش ها بهت برسه. راستی برام کامنت کن دوست داری چه آموزش غذایی رو یاد بگیری. دوستت دارم، خداحافظ.